فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم و شکر مرا گویید و کفران نکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید المرسلین سیدنا و نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و محترم در برنامه نیایش و ستایش، به امید این که بتونیم باز هم در مسیر فهم عمیق‌تر و درک بهتر و بیشتر مفاهیم دینی خودمون توفیق مثبت رو حاصل کنیم. از الله متعال می‌خوایم که به ما بصیرت کافی عطا بکنه و درک و شناخت مفاهیم دینی رو برامون میسر بکنه تا بتونیم اون چه که شایسته و بایسته عملکرد دینی ما هست رو انجام بدیم و مد نظر خودمون قرار بدیم. بارها گفتیم که بحث ستایش و نیایش از هم ناگسستنی هستند. هر دو اینها با هم کاملا گره خورده هستند. اونچه که ما در ارتباط با ستایش باید در ذهن خودمون داشته باشیم یا حمد و ثنای پروردگار باید انجام بدیم، در واقع زمینه ساز و بستر ارتباطی ما با رب ذوالجلال هست که در قالب نیایش مطرح هست. و بارها گفتیم که نیایش فقط عرض نیازمندی های ما نیست، بلکه نیایش یا نیازمند بودن ما رو به درگاه الهی تعبیر کن هست. الوهیت و کبریا و حاکمیت و سلطه ذوالجلال الله متعال رو تعبیر کن هست. واقعیت ضعف و حقیقتی که ما بر اون هستیم رو بیانگر هست. باز هم آیاتی از قرآن کریم رو میخواییم نگاهی بندازیم و تأملی بر اونها داشته باشیم تا بیشتر و عمیقتر این مفاهیم دینی برامون روشن بشه. زندگی حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام یکی از نمونه های برجسته هست که قرآن کریم مکررن برامون آورده. بیشترین ذکری که از انبیاء میشه از دو نبی، حضرت موسی و ابراهیم میشه. حضرت موسی ذکر زیاد ایشون در قرآن کریم مرتبط با نقش قومش هست که برای شناخت جامعه و اقوام شناسی بیشترین تأثیر و بیشترین دروس و عبرتها رو برامون در بر داره. اما وقتی که زندگی حضرت ابراهیم رو میبینی که بیش از 17 مورد ایشون مکررن یک ذکر خیرشون در قرآن کریم میشه، بحث شخصیشون هست نه قوم ایشون. شخص ایشون که در محیطهای مختلف در موارد متعدد به عنوان اسوه و نمونه برامون معرفی میشه. لقد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه. و به همین صورت اتبع ملت ابراهیم حنیفا، اتباع و پیروی ملت ابراهیم کردن به عنوان یکی از بارزترین سفارش های توصیه های قرآنی به شمار میاد. ما قبل از این هم آیاتی از سوره بقره در نیایش ابراهیمی با فرزندش هنگام پای رزی خانه کعبه با هم تأملی داشتیم بر آیات. امروز هم یا در این برنامه هم میخواییم آیاتی از سوره ابراهیم نگاهی بندازیم، اگرچه آیات زیاد هست ولی بخشش رو شاید در نتونیم بهش بپردازیم که برای برنامه آینده موکول خواهیم کرد. آیات سوره ابراهیم در واقع اگرچه از آغازش از آیه 35 سوره ابراهیم هست، ولی قبل از آیه 35 مقدماتی رو داره که در واقع این مقدمات یک زمینه ای رو برای طرح نیایش ابراهیمی با پروردگار خودش زمینه ساز هست. آیات 31 تا
4 برامون این زمینه رو بیان میکنه که میگه قل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. بگو بندگانم که بندگانی که ایمان آوردن که اقامه نماز کنن و به همین صورت از اون چی که بهشون دادیم ایثار کنن و انفاق کنن در راه خدا، چه به صورت جهری و چه به صورت پوشیده، قبل از این که براشون روزی بیاد که در اون روز نه خرید و فروشی داد و ستدی صورت بگیره و نه هم دوستی و رفاقتی در اون روز سود و منفعتی داشته باشه. این عمل کرده دنیا با هدف آخرت، عمل کرده که بر مبنای ارتباط با پروردگار متعال، ارتباط سالم با پروردگار متعال، یقیم و صلات و ارتباط درست و مهربان با خلق خدا و ينفق مما رزقناه، این دو رابطه اساس زندگی سالم و مفید انسان مسلمان رو در واقع پایه‌ریزی میکنه. این دو رابطه با چه هدفی هست؟ چه منفعت مصلحتی برای انسان وجود داره؟ منفعت مصلحتش بیعی هست، تجارتی هست که درش انسان، هیچ انسانی درش به خسارت نمیرسه. اون تجارت برای روزی هست که هیچ نه میشه چیزی رو جایگزین چیزی کرد و نه چی میشه چیزی رو خرید یا فروخت، یا نه هم میشه دوستی رو مؤثر قرار داد. قیامت، اون قیامت حاکمیت الله متعال رو بیانگر هست، تعبیر کن هست که ابتداش از اینجا هست برامون در تصور زندگی فکری ایمانی ما و به آخرت منتهی میشه. الله الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء، اون پروردگاری که براتون آسمان ها و زمین رو آفرید، در اختیار شما قرار داد، برای شما مهیا کرد. یک پهنه وسیع از آیات و دلائلی هست که همه اینها بیانگر این هست که الله متعال برای معیشت ما، برای رفاه و آسایش ما جهان آفرینش رو مهیا کرد. این جمله جمله ساده ای نیست، جمله بسیار بسیار وسیع و عمیقی هست که ما چگونه میدونیم در این کره خاکی زندگی کنیم و زمینه های معیشتی ما چگونه فراهم شده هست. این آیه به طور مفصل میاره نمونه های مختلفی از این تهیه الهی از نعمت های متعددی که ما ازش داریم بهره میگیریم. 24 ساعت آبها و کوها و دریاها و امکانات مختلف معیشتی که ما در این شب و روز ازش داریم استفاده میکنیم. و اعطاکم من کل ما سألتموه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، از تمام اون چه که شما نیاز دارید به شما عطا کرد، به تمام اون چه که شما میل دارید، به اون چه که شما زندگیتون با اون ارتباط داره براتون اونها رو مهیا کرد. از انواع مختلف ویتامین ها و مواد غذایی بگیرید تا انرژی های مختلفی که ما از آفتاب میگیریم و به همین صورت از محیط زیست خودمون میگیریم. و این تعدو نعمت الله لا تحصوها، این نعمت‌ها رو خواستا این بشماریم اصلا قابل شمارش نیست. از عمل کرده یک گلبول سفید بگیرید تا فعالیت خورشید در ضمن این منظومه شمسی که در اختیار ما چطوری قرار میگیره و ما چگونه از این داریم استفاده میکنیم و بهره میگیریم، غیر قابل شمارش هست این نعمت‌ها. ولی انسان در واقع ظالم ستمگر هست و کفار هست. الان اون چی که برامون میخواد در این میان نمونه ای رو بیاره از یک رابطه سالم و از یک نمونه ای از عملکرد شاکر در مقابل این نعمت ها، میاد برامون نیایش و ستایش ابراهیمی رو قرآن کریم برامون وصف میکنه و به عرصه نمایش در میاره. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا، بیاد بیارید
اون موقعی که ابراهیم دعا کرد رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني ان نعبد الاصنام. بیاد بیارید اون گاهی که ابراهیم گفت که پروردگارا این محیطی که درش هستم رو بهش امنیت ببخش و من و فرزندانم رو از این که عبادت غیر تو رو بکنیم، عبادت بت‌ها رو بکنیم، ما رو دور نگهدار. رب انهن اضللن کثیرا من الناس، پروردگارا اینها خیلی از مردم رو گمراه کردند. فمن تبعنی فانه منی، اون کسی که از من پیروی کرد با من هست، همراه من هست. و من عصانی فانک غفور رحیم، اگر هم از من نافرمانی کرد تو خودت غفور و رحیم هستی. من فقط میخوام در ارتباط با همین دو دعایی که ابراهیمی در این ضمن این نص یک توقفی داشته باشیم تا با نگاه عمیق و دقیق دست دعا بلند بکنیم و بگیم، هممون بگیم، در هر حالی بگیم که پروردگارا به ما امنیت عطا کن، پروردگارا ما همه ما رو از این که پرستش بت کنیم ما رو دور نگه بدار. در بحث امنیت دو نکته خیلی مهم هست. قدر امنیت رو در واقع اون کسی میدونه که به ناامنی گرفتار شده. ارزش امنیت رو اون کسی میدونه که به خوف و ترس مبتلا شده. خوف و ترس میتونه یک عارضه روحی و روانی باشه. الان ما خیلی از بیماری های روانی داریم که طرف دچار ترس و هراس است. ترس هراس دائم. و گاهی هم به عنوان یک آفت اجتماعی هست، آفتی که در ضمن جنگ ها هست، جنگ های مختلفی که به گونه های متعدد علاوه بر اینکه خانمان همه رو میسوزونه، همه رو از امنیت و آسایش محروم میکنه. وقتی که امنیت نباشه هیچ چیزی ارزشی نداره. تمام نعمت ها و سلامتی انسان وقتی که امنیت نیست تمام هست. بدونید که مشکلات روحی و روانی وقتی بر انسان غالب شد کل سلامتی انسان، تمام ارگان‌های متعدد جسم بشری اختلال فعالیت مواجه میشه. نعمت امنیت یکی از بزرگترین نعمت‌هایی هست که باید، اگر هست که هست، به هر انسانی به نحوی امنیت داره. این نعمت رو قدرش رو بدونیم و شکر خدا رو بکنیم و همیشه دعای امنیت بکنیم، دعای این بکنیم که پروردگار ما امنیت بده. آیا لحظاتی رو در ذهن دارید که طوفان سهمگینی میاد و تمام خونه ها رو از ریشه در میاره؟ آیا لحظاتی رو در ذهن دارید که زلزله میاد و انسان هایی که در بستر خواب هستند رو زیر آوار میبره؟ آیا لحظاتی رو در ذهن دارید که هواپیمای بمب افکنی میاد از آسمون بمب میریزه و بچه‌ها و زن‌های مردم رو با خون و خاک یکی میکنه؟ آیا در ذهن خودتون هیچگاه این صحنه‌ها رو میتونید تصور کنید که قتل و غارت سرزمینی رو در بر بگیره، امنیت فکری و اعتقادی کسی نداشته باشه، با جرم دین و مسلمان بودن انسان‌ها کشته بشن؟ امنیت بزرگترین نعمتی هست که باید اون رو ما بخوایم و شکر نعمت الهی رو در این باب بکنیم. این اولین بحث است. نکته دومی که در این دعای ابراهیمی وجود داره که ما باید روش توقف کنیم و توجه کنیم به اون، این هست که وجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام، من و فرزندانم رو از اینکه پرستش بت بکنیم ما رو دور نگه بدار. در ذهن من بت پرستی عبارت از کرنش کردن در مقابل
یک مجسمه هایی که بونها مقام الهی یا جانشینی خدا داده بشه و در مقابلش کرنش یا عبادت خاصی انجام بشه. دقت کنید بحث بت قالب های متعدد داره. بت فقط سنگ یا یک تمثال و مجسمه ای نیست که در مقابلش کرنش بشه و مظاهر عبادی رو در مقابلش فردی انجام بده. در واقع بت هر موجودی هست که عظمت و قداست داشته باشه، هر موجودی هست، هر چیزی هست که اهمیت محوری در زندگی داشته باشه، هر موجودی هست که بر ذهن و فکر انسان غالب باشه. بت این موقعیت رو به دست میاره. هر مجسمی ها این موقعیت نداره. ما خیلی مجسمه ها داریم که زینتی هست، اصلا قالب بت هم نیست. حتی در زمان سلیمان علیه السلام وصف قرآن هست که براش تمثال درست میکردن جن ها، یعنی مجسمه میساختن، ولی هر مجسمه لازم نیست که بت باشه. اون چی که مجسمه رو بت میکنه قداست دادن هست. اون چی که مجسمه رو بت میکنه بهش عظمت و بزرگی دادن هست. اون چی که مجسمه رو بت میکنه به اون حاکمیت و سلطه خدایی دادن هست. اگر ما به هر چیزی این قدرت رو یا این قداست رو یا این مفاهیم و معانی رو بدیم، در واقع بت ساختیم ازش. میتونه متاع دنیا بت باشه، میتونه حتی زن و فرزند هم برای انسان بت باشه. براش فکر کنیم، براش زحمت بکشیم، براش دغدغه داشته باشیم. در نتیجه باید دائما بگیم، همیشه بگیم پروردگارا ما رو و فرزندانمون رو از اینکه پرستش بت کنیم، بت پرستی کنیم، ما رو دور نگه بدار. و مکرر بگیم که رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. دعایی هست که زنده و پایدار هست برای هر کدوم از ما در هر جایی که هستیم. الله یار و نگهدارتون باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.